Sun. بفرمایید خانم. سلام. سلام. من امشب مهمون شما. خوش اومدید. در خدمت هم. لطفا این فرم رو پر کنید. شما خانم ریحانه فیاض هستین؟ همون خبرنگاری که رفت دادگاه برای بسته نشدن اون خوابگاه؟ بله. ولی فایده این آنش بسته شد. گفتم چقدر قیافتون برای من آشنا است. عکستون رو تو روزنامه دیدم. ببخشید ولی شما دیگه چرا اینجا هستید؟ با شوهرم، با خانوادم، انگار با همه دنیا به مشکلی برخورد. بسیار جوده. ولی ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. وقتی یه زن حس میکنه نه دختر خانواده محسوب میشه، نه زن کسی، نه مادر، یه گیجی عجیبی میاد سراغش. انگار حافظش رو از دست داده، نمیدونه کیه، چیه، گم میشه آدم. هممون یه جایی از زندگی خودمون رو گم میکنیم، ولی مهم اینه دوباره خودمون رو بتونیم پیدا کنیم. هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز اینجا جایی منم باشه. بدم نیست با کسایی روبرو میشین که به خاطرشون یه روز جنگیدین. با شکست خوردم. بفرمایید. متشکرم، مرسی. بفرمایید طبقه دوم، واحد 3. ممنون. خواهش میکنم. چطوری پیدام کردی؟ همونطورشو گمت کرده بودم. تو خودتو گم کرده بودی. حالا هم دیگه خیلی دیر شده. ریحانه رفت، میخواد طلاق بگیره. چرا گذاشتی کار به اینجا بکشه؟ حالا تکلیف اون بچه چی میشه؟
جالبه. شما خبر بچه رو زودتر از من بدین. به ریحانه چی گفتی؟ گفتم هر حرفی میخوای بزنی باید به خودم بگی. مثلا بزرگتری باید پادر میونی میکردی. اگه دم بدی بدم ریحانه. خیال میکنی کوتاهی کردم یا فکر میکنی بهت بدهکارم؟ پسر اگه خوابی بیدار شو، اگرم خودتو زدی به خواب که واویلا واویلا، من دارو ندارمو دادم، آبرومو پیش خدا با تاق زدم، گناه کردم تا یه وقت پسرمو گناهکار نبینم. حالا تو چطور به خاطر مال دنیا داری از بچت میگذری؟ من از بچم نمیگذرم. اگه زن بچتو میخوای از گناه تو به گردن بگیر. تو هیچ وقت نفهمیدی من چی میخوام. بچه تو بچه اگه دنبال بازی نره یا بازی میده یا بازی میخوره. تو جوونی اگه دنبال آرزوات نری موی سفید دنبال اقدارات باید بری. بچه گناهتو توجیه نکن. اگه گناه خودم، خودم میدونم چی کار کنم. گناه منم هست. خیال میکردم امتحانمو پس دادم. مال و منال، زن، قدرت، منزلت، خیال میکردم از کوره امتحانم عبور کردم. اما نمیدونستم که این آخر عمری خدا منو با بچم امتحان میکنه. توش گیر کردم و سوختم. حیثیت، آبرو، ایمانمو با تو تاق زدم. اون وقت من نمیفهمم تو چطور میتونی زن تو، بچه تو به خاطر مال دنیا تاق بزنی. دانیال همیشه منتظر اومدن این بچه بودیم. به روی هم نمی آوردیم ولی به هر طرف خونه که نگاه می کردیم جای خالیش معلوم بود. حالا وقتی اون اومده من نمی خوامش. یه زمانی دانیال رو داشتم، این بچه رو نداشتم. حالا این بچه هست، دنیا رو ندارم. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. اگه پسر شد اسمشو بذار هاتف. دختر شد فرشته. چه فرشته ایه که باباش دیوه؟ دانیال گناه بزرگی کرده، اما فرق فرشته و آدم همینجاست دیگه. فرشته ها خطا نمی کنن چون انتخاب نمی کنن. اما خدا راه توبه رو باز گذاشته. جبران کنه. فقط معجزه میتونه اونو تکون بده. معجزه همین بچه‌ای که به تهدیه شده. یه سجیبی بهش دارم زهرا. هم حس میکنم همه زندگیمه، هم دلم نمیخواد زنده بمونه.
دیگه این حرفا نزن، حتی با خودت. میدونی حس کسایی رو دارم که عزیزشون مریضه، دلشون میخواد زودتر بمیرن تا کمتر زجر بکشه. الان مغزتو تعطیل کن، از دیروز طالب اندازه 100 سال برات گذشته. یه نفر به هم زنگ زد، گفت یه چیزایی راجع به بنکدار و قصر نگین میدونه. کارگر اخراجی بنکدار. با شرایطی که تو داری اصلا صلاح نیست. شرایط من اینه، همه چی رو باختم، زندگیم و کارم و خانوادم و دانیال و همه چی. فقط پیدا کردن قاتل نگینه که میتونه یکم بهم کمک کنه. منم باید بیام. نه، ممکنه تو رو ببینه پا پیش نذاره. خب دورتر باید میستم، تنها برم به ریحانه با من تماس گرفت، گفت چیزی به کسی نگم. آبروی حیثیت هم جلو شما بود؟ ریحانه رفت دنبال یکی از کارگرهای بنکدار، میگفت از ماجرای قتل خبر داره. من خیلی دلم شور میزنه، نذاش باش برم. رفت سر خونه بعدی، دست بردار نیست، از هیچی دست بردار نیست. خواهش میکنم شما برین دنبالش، اما دورا دور مراقبش باشین. گفت اون مرد اگه ببینه کسی باهاشه ممکنه جلو نیاد. قرارش کجاست؟ کیه؟ Thank you.
بستریتون آماده است. ممنونم. ببخشید آقا، شما کارگر آقای بنکتار هستین؟ نه آبجی، ما کارگر زنم هم دارم میرم عملگی کنم. ببخشید ببخشید. خدا ببخش خواهر. خانم چیزی میل داری؟ نه آقا، خیلی ممنون. عاطف خاله، بلند شو بریم، وقت دکتر هم گذاشت. خیال میکنی خیلی سرنگی احمق. مادر بزرگ، جای این که مژدگونی بدی داری گریه میکنی؟ خدا رو شکر کنید که بچه سالمه. بچه؟ وای مادر، الهی قربونت برم، پس چرا به ما نگفتی؟ باید حسابی مراقب باشید، چون احتمال خونریزی مجدد و خدایی نکرده سقط جنین هست. حالا دکتر خودش میاد براتون توضیح میده. اگه خدا بخواد بمونه میمونه، اگه نخواد. خانم پرستار. خانم پرستار ببخشید. هاتف چطوره؟ هنوز بیهوشه. خوبه. Thank you.
دستم بشکنه که این کشیده رو زدم تو گوشه این ریحانه. تو همه چیو خراب کردی، به بچه خودم رحم نکردی. هیچی نگو، یک کلمه هم حرف نزن. این بابای بدبخت ما به تو بیشتر از بچه هاش اعتماد داشت. خراب کردی همه چیو، حرمت دیگه نداشتی، زندگیمونو آتیش زدی و نشستی به تماشا. خدا شاهده حرمت این ریحانه نبود. کیانی اومده؟ بله اومده. گفت حاتف اگر از بیهوشی در نیاد میره تو کما. باید برای بچه دعا کنیم. دیدم که به تو هاتف زد، احتمالا اونی که کشوندت سر قرار بنکدار بوده. گوشی منو بده. بچه نشو بنکدار بفهمه هیچ ردی از خودش نمیذاره. میخوام با مرادی حرف بزنم. گوشی منو بده. الو، سلام آقای مرادی. بله، به هم گفتن دادگاه دارین، گوش کنین. بنکدار الان یه اتهام دیگه هم داره، اقدام به قتل. من و بچه‌ای که همراهم بود با ماشین زد به همون. من خوبم ولی اون بچه الان بیهوشه. بله باش، خداحافظ. به سمیه خانم بگو بیاد بالا. میخوای بهش بگی بچه دک اینطوری شده به خاطر منه؟ میخوام باش حرف بزنم، بگو بیاد. حالش از اینه که از بدتر نکن. بیا تو. اون تصادف نبود. یارو به قصد زیر گرفتن من اومد طرفم، به خاطر دشمنی که چی داری میگی؟ کی با طفل معصوم من دشمنی داره؟ نه، با من دشمنی داشت. کی؟ چه دشمنی؟ همونی که میخواست بزنه بهمون، چون فهمیده بود من میدونم اون قاتله. قاتل؟ قصهش طولانیه سمیه، منو ببخش. همه شر شدم برات. اون از شوهرم که زندگیتونو به باد داد، اینم از من که بچه تو. دعا کن هاتفم خوب شه. من از مال دنیا هیچی نمیخوام. تقصیر من بود. کاشکی زده بود به من. Thank you.
همشون. ریحانه پای حرف حقش بایستاد، همسر وصیت ابراهیم، همسر قتل اون دختر بیگناه، الان هم داره تابونشو میده. ولی ما خوب تا نکردیم. کاش حاج آقا عطمیرم تو جریان میذاشتیم. نتونستم پیداش کنم، گوشیش خاموشه، خونش هم نیست. اصلا صلاح نیست بهش خبر بدین. درد حاج آقا عطمیر برای خودش بسه، باید یه فکری کرد. این آتیش با همونه، همینجور دامنگیرمونه. این آتیش افتاده به جون هممون، باید ازش بگذریم، مثل ابراهیم. ابراهیم ازش نگذشت، سوخ. گمون نکنم، اگر نه با اون سه تا کلمه‌ای که دم مرگ گفت هیچی روشن نمیشد. خواست خداست. اتفاقا شاید ابراهیم از آتیش گذشته باشه، اما این ماییم که گیریم. یا دخترم، خیلی ممنونم خلیل، میدونم که پا رو دلتون گذاشتین. گاهی وقتی آدم دل به دل کسی میده باید پا رو دلش بذارم. خودم مفصل با میثم صحبت میکنم. خدا خیرتون بده حاج خلیل. خیره، صادق راست میگفت، من دور خودم پیله تنیده بودم، نمیذاشتی چی رو هم ببینم. ببخشید، ما باید چی کار کنیم آج خلیل؟ با این 600 تومن ابراهیم باید چی کار کنیم؟ از آقای دشتی میپرسیم. ما که خونه رو میفروشیم، 300 تومنش رو هر جور که حاج آقا صلاح بدونن، ولی اگه بشه این 40 تومن آقا باقر رو از همین پول بدیم. مینا، سلام مینا خانم، حال شما چطوره؟ ممنونم مینا خانم، خیلی خوشم. بفرمایید داخل. مزنه تو بفرمایید. بفرمایید. سلام استاد. سلام استاد جون. حالت چطوره؟ خوبم استاد. بیا مامان جون. سلام سلام. بریم تو اینجا هر چی هستی مصطفی جون. ببخشید. بیا تو. آخه اینجا که بعدی که قرار نیست. مزنه نمیشم ممنونم. مصطفی جون شرمنده. من بود میومدم میدیدمت. ببین تو هر چی بگی حق داری ها. من پول اون دیه رو جور میکنم بهت میدم، هر جوری شده باشه، حتی این شده کترینگ رو ردش بکنم. دستم رفته، واژه‌نم که نرفته. من خودم اصرار کردم شب اونجا بمونم، شما چه تقصیری دارید؟ شما که نباید تاوانشو بدی. اومدم بهت بگم یه ذره برگردم سر کارم. آخه جز شما کی یه کارگره یه دست کار میده؟ خیلی مخلصم، قرمت برم مصطفی جون.
گفتم شرمندتم. اگه کترینگی وجود داشته باشه که قلمت سر چشم، اگر نه که من حتما اون 300 تومن رو بهت میدم، حتی شده باشه قصی. آقا صادق، من دیه از شما نمیگیرم. دیه کدوم؟ قربونت برم، حقته. ببین، حتی میتونی یه کاری بکنی، تو اصلا بیا با این پول با من شریک بشی، کمکم بکنی که کترینگ رو راه بندازیم دیگه. اوکی، آقا صادق. قربونت برم. شریک بدونه. قربونت برم. داریم تو بریم تو بریم خود شرمندت میشم آخه. موزم نمیشم. بفرم سلام برسو. قربون تو فردت شم. خدا نگه دارت. سلام بابا، سلام. خوبی؟ میخوایی بری بیمارستان؟ من یه خبطی کردم، هم عبد بده کارم. صادق جان، آدم حق حقشو پس نمیده. بالا روزی که به بابا گفتم شما میخواد تو کترینگ با من شریک بشین، دست پاچه شد، گفتش که عمرن اگه بشه. حالا میفهمم که اون نمیخواست پول شما با اون پول. من اون 300 تومن از کترینگ میکشم بیرون، فقط نمیدم تکلیفش چی میشه. قرار شد با آقای دشتی مشورت کنیم. حتی من کترینگ رو میبندم. کار درسته نیست. یکم حوصله کن، صبر داشته باش. نمیدونم با این دانیال چیکار کنم. همون از یه طرف نمیتونم چشم رو محبتاش ببندم، از یه طرف رو کارایی که میکنه. حتی همین حواسش هست. شب قبل از تصادف اومد سراغم، گفت میخوام دانیال رو پیدا کنم. باش حرف زد؟ حتما. گفت اگه پیداش نکردم میاد سراغم. ولی این قضیه دو سرباخته. یعنی اگه دانیال گناهشو گردن بگیره که میفته پشت میلای زندان، دیگه نه به درد ریحانه میخوره نه بچه‌ش. اگرم قصر در بره که ریحانه میمونه این طفل معصوم. صادق جان، توکل. توکل. مزاحمت نمیشم، بفهم شما سر کار. یا علی. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. سرتون خیلی کارساز نیست. واسه چی؟ من میتونم ماشینش رو شناسایی کنم. بونکتار میتونه به ماجرای دادگاه حکمی که علیه خانم فیاض بریدن استناد کنه و به اینکه ایشون به تلافی اون زخمی که ازش خورده با ذره افترا میزنه. وقتی این شایعه پیش میاد که شما هم به جانبداری از همسرتون دارین شهادت رو دروغ میدین. دانیال قرار نیست از من جانبداری کنه. چرا؟ شما ازش شاکیه. به جرم کلاهبرداری و خیانت و احوال امانی. ولی طبق معمول باز مدرکی ندارم. این شکایت فقط با شهادت خود دانیال امکان پذیره.
قبل از اینکه بخوای برای حمایت من شهادت بدی، برای نجات زندگیمون باید شهادت بدی. آقای مرادی، اگه این دادگاه قبل از دادگاه بنکدار برگزار بشه، بحث جانبداری و شهادت دروغ منتفیه، چون هیچ مردی از زنی که شکایت به این بزرگی کرده حمایت نمی کنه. مگه بخواد چیز بزرگتر و با ارزشتری رو حفظ کنه، مثل زن بچهش. بیدار کردی عاطف، خودت خوابیدی، تو رو خدا بیدار شو، کرای دو نفر حساب میکنم. مرتضی همیشه میگفت بچه یعنی آینده. اون به خاطر امنیت و آرامش بچه های این مملکت جونشو داد. حتم راضی نیست که بچه تو اون وقت تک و تنها آواره قربت بشه. بس میسم، میخوام یه قول به هم بدی جلوی خدا و سلامت شد از شما جانم. اونجا امیدو یه طوری بزرگ کنی که مرتضی میخواد. با دخترتم یه طوری رفتار کنم که راضی بشه بیاد اینجا. خیلی دلم میخواد امید قبل از این که به سن تکلیف برسه بیاد آب و خاک خودش. رو جفت چشمم خلیل، به خدا قول شرف میدم که به فرمایش شما و خواسته آقا مرتضی عمل کنم. ممنونم پسرم. خدا رحمت کنه آقا مرتضی. شیرین رو گرفتم خیرات آقا مرتضی بفرمید. دست شما درده. من اینو پخش کنم بین کارگر رو ببخشید. چیکار میکنی؟ دارم یه مقاله راجع به اربعین مینویسم. تو که دیگه دفتر نشریه نمیری؟ آره، ولی این قولو قبل از اینکه از اونجا بیام بیرون بدم. تو عوض نمیشی. عوض شدم دیگه. الان عوض شدی؟ آره.
چیزی نمیخوای؟ خاموشم بشی. بفرمایید خانم، فقط خیلی کوتاه. برای بچه خودم دعایی میکنم، هرچی که خودت صدا میدونی، ولی زندگی عاطف رو برگردون، فقط زندگیش رو برگردون. خانم چونم یه چک طلب شما. دیوونه شدی صابه؟ تازه عقلم اومده سر جاش. من نوحق زدمت، اما تو حق داری. نه، شاید اگه منم جای تو بودم یه همچین تصمیم رو گرفتم. این گیلون گیر کرده اصلا دیگه. الان حال روز من خنده هم داره دیگه. اون کارتون معاون کلانتر یادته؟ ای معاون تو دقیقا شبیه اون کلانتری. پشت اون ستاره حلبی دی قلبی از طلا داری ساده. ریحانه آدرس این بونکتو رو باید بهم بدی. درد سر درست نکن. بزن آبجی مالو بگی هر روز بندازه بعد من ازش بگذرم. به همی آسونی ساده. اگه ما با اون دست رازی کنی اون وقت دست قانون از رسیدن بهش کوتاه میشه. همی ترسم این دوباره بیاد سراغت. تو نگران نباش، خودت کلی گرفتاری داری. برو به کارهای خودت برس. برو دیگه. چشم آبن. سلام. سلام آقای مرادی، چه خبر؟ خیلی تلاش کردم ولی همینجوری که نمیشه ممنون خروجش کرد. از دانیال هم خبری نشد. دیگه چاره ای نیست. فردا بریم شما تحلیل شکایت کن از بونکتار. به هر حال از دست رو دست گذاشتن که بهتره. لابد تا الان گذاشته رفته دیگه.
نه خبرشو دارم. بچهش تصادف کرد تو بیمارستانه. یکی از کارگراش بود. کسی به ایستاده؟ نه میگفت بچهش پشت فرمون بوده. عجیبه. آدم فکر میکنه تاوان کاری که کرده رو خودش فقط پس میده. ولی مثل اینکه دامنگیر بچه هاشم میشه. خانم فریاد، قضاوت و درک این اتفاقا کار من و شما نیست. کار خدا. منظورم بچه با نهتار نبود. بچه خودم گفتم. فعلا خدا بست. به به خانم فریاد خیلی خوش اومدین. چه به موقع هم رسیدید. دیگه ببین داشتم کم کم به فکر نیروی جایگزینت میافتادم. به به عمو رحیم متشکرم. مرسی. بفرمایید. آقای فتایی من نیومدم که ببودم. چون قول داده بودم که این مقاله رو آماده کنم اینو آوردم تقدیم کنم. فقط ببخشید من لپتاپ نداشتم دستی نوشتم. متشکرم ولی چرا برنامه کردین چه مدت؟ ایشالله با دست پر میام. تو که کارت عالیه دست پر یعنی چی؟ ببخشید. الو بتونی قرصاتو بخوری. دکترش گفت این تصادف باعث شده زبون بچه‌م واشه. ماما عاطف سلام حال دیگه. سلام عزیزم. حال ریحانه از این بعد میتونم تو تجزیه بخونم. معلومه که میتونی خاله. معلومه که میتونی. خانم فیاض دادگاه بیشتر از این نمیتونه صرف کنه. خواهش میکنم به چند دقیقه دیگه. ده دقیقه دیگه صبر میکنم. ممنون. Thank you.
بفرمایید. سلام. و علیکم السلام. Şan Fatıma balası düştü elden uzak ya Resulallah. Muharrem'de kara perçem eser, Sine'de kızışan Şialar kani. Dolan gözler Kerbela'ya bakar, Katra katra akar her ciger khani. Hemin ayda kareyel eslüp göylere sepülüp süt emer khani. Hüseyin ağlardı o hale veli, güldü dilsiz uşak ya Resulallah. Muharrem'de kan gelen coşan, düşer yada Hello.